سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من آقایی هستم، مدرس شیمی گروه رادیکال و رتبه نهم کنکور 98. توی این ویدیو که در واقع جزوی از مجموعه ویدیوهای پیش دوره آلفا هستش، ما قراره بیایم ساختار لوئیس رو بهتون یاد بدیم. 0 تا 100 ساختار لوئیس رو بگیم. البته قرار نیست حل تست داشته باشیم، حل تست قراره تو دوره آلفا ببینیم، اما اینجا قرار آموزش رسم ساختار لوئیس رو بهتون بگیم. خیلی از کتابای کنکور یا مدرسین کنکور توی این قسمت میان یه سری فرمولا معرفی میکنن و یا یه سری الگوهای از پیش ساخته میگن خب بر اساس این الگوها بیاید رسم بکنید، که خب همه اینها یه جاهایی جواب میده و از سرعت بالایی هم برخوردار نیستن و خلاصه اینکه هر کدومشون یک مشکل رو برای شما ایجاد میکنن. اما ما قراره یه طوری بهتون ساختار لوئیس رسم بدیم، در واقع یاد بدیم که رسم بکنید که این توانایی رو داشته باشین که بتونید هر ساختار لوئیسی در سطح کنکور به شما بدن توی ذهنتون در جا اون رو تصور بکنید، حتی بدون اینکه در واقع دست به قلم بشید. خب بچه ها، راجع به دوره آلفا بگم. یک دوره جامع برای کنکور 401 که از مهر ماه شروع میشه. اونجا ما دو تا بخش کاملا جدا داریم، بخش مسائل و بخش مفاهیم، که میتونید هر کدوم که دوست داشتید رو شرکت بکنید یا هر دو رو شرکت بکنید، که حتما توصیه میکنم هر دو رو شرکت بکنید تا هر دو پارت شیمی و هر دو قسمت عظیم شیمیتون همراه با ما پیش بره. توی این دوره ما قراره تمام قسمت های شیمی رو به آسونی همون ساختار لوئیسی که قراره براتون امروز تدریسش بکنیم، همه قسمت های شیمی رو به ساده‌ترین شکل ممکن به همون روشی که خودمون توی سال کنکور تست رو حل می‌کردیم براتون در واقع تدریس بکنیم، که بتونید بهترین درصد و بهترین نتیجه رو از درس شیمی و کمترین زمان ممکن بگیرید. حتما توصیه می‌کنم که تا پایان شهریور ماه از 20% تخفیف زودهنگامی که داریم استفاده بکنید و خلاصه اینکه این فرصت استثنایی رو از دست ندید. حتما نمونه تدریس‌ها رو ببینید، ساختار لوئیسی که دارید می‌بینید، ویدیوهای دیگه مثل آرش الکترونی، اونجا هم یاد دادیم که چطوری با چشم آرش الکترونی بکشید، با چشم سوالات ساختار جرمت میانگین حل بکنید، مفهوم مول و سوالات مول اومدیم کاملا بررسی کردیم توی ویدیوی موازنه، رو اومدیم توی دو تا ویدیوی کامل 0 تا 100ش رو توضیح دادیم. حتما نمونه تدریس‌ها رو ببینید و یادتون باشه که یک مدرس رو شما باید با نمونه تدریس‌هاش قضاوت بکنید و تو کلاس شرکت بکنید یا نکنید. بریم شروع بکنیم ساختار لوئیس رو و ببینیم که چقدر این مبحث ساده است. خب به نام خدا بریم شروع بکنیم ساختار لوئیس. اولین چیزی که توی ساختار لوئیس مطرح میشه اینه که خب ما باید چطوری اتم مرکزی رو تشخیص بدیم. یه عنصری باید منطقا بذاریم وسط، بعد بقیه رو ببینیم بهش بچسبونیم. خب کی رو باید به عنوان اتم مرکزی بگیم، ما تشخیص بدیم؟ یادتون باشه بچه هیدروژن هیچگاه اتم مرکزی نمیشه. دلیلش اینه که خب دو تا الکترون، یه دونه الکترون رو تک کلا داره و با تشکیل پیوند دو الکترون میشه، هشتایی هم نمیشه و خب یه دونه پیوند میتونه تشکیل بده، بیشتر از این نمیتونه. در نتیجه نمیتونه به هیچ عنوان به اون اتم مرکزی قرار بگیره. حالا برای اینکه اتم مرکزی تشخیص بدید، حالا راههای مختلفی وجود داره. حالا من زیاد اصراری ندارم که روش ما رو هم یاد بگید، اتم مرکزی رو خاصی به هر روشی یاد بگید. اما چیزی که من اینجا گفتم به غیر از یک استثنایی داره که خودم اشاره میکنم بهش، در تمام حالتهای مختلف دیگه پاسخگوی در واقع نیاز شما هست. همیشه از سمت چپ شروع بکنید، اول دنبال عناصری با گروه کمتر بگردید. اوکی، یعنی مثلا دنبال گروه 14 بگردید به جای اینکه دنبال گروه 15 بگردید. بعد حالا اگه دو تا پیدا کردید که مثلا تو یه گروه کمتر بودن، اونی که سمت چپ تره رو در واقع به عنوان اتم مرکزی در نظر میگیرید. اوکی، مثلا الان توی همین یون CLO4 یه بار منفی، اگه من بخوام به همین قاعده برم، میگن که آقا کلر گروه 17، اکسیژن گروه 16، پس من اکسیژن رو به عنوان اتم مرکزی میگیرم. اما خب اینجا گفتم این استثنای کلا در این سبکازیون CLO منفی، CLO2 یه بار منفی، CLO3 یه بار منفی، کلا توی یون های CLO CL که اتم مرکزیه. اوکی، ولی در غیر این صورت هم قاعده ای که گفتیم کاملا در واقع پاسخگوی نیازتون هست و میتونید با اون اتم مرکزی رو خیلی راحت تشخیص بدید. اوکی، حالا یه دونه سوال ساده دادیم که در هر یک از اتم‌های مولکول‌های زیر در واقع اتم مرکزی تشخیص بدید. البته مولکول نه، چند تا یون هم داریم، اما اون چیزی که گفتم در یکی از ترکیب‌های زیر اتم مرکزی رو تشخیص بدید. خب بچه‌ها ببینید، اینجا هیدروژن که اتم مرکزی نمیشه، توی این دارم میگم
هیدروژن که اتم مرکزی نمیشه، خب کربن گروه 14، اکسیژن گروه 16، پس قطعا کربنه که میشه اتم مرکزی. توی بعدی هاش سین، هیدروژن اتم مرکزی نمیشه، بین سی و ان، سی گروه 14، نیتروژن گروه 15، پس این میشه اتم مرکزی، درسته؟ او سه خب واضح همش او ان، خب اکسیژن اتم مرکزیه، درسته؟ این از سی او سی ال دو، خب سی 14، او 16، سی ال 17، پس سی میشه اتم مرکزی. کلا که یادتون باشه اگه عناصر گروه 14 دیدین، قطعا عناصر گروه 14 اتم مرکزی هستن. ان او سی ال، ان 15، او 16، سی ال 17، در نتیجه ان میشه اتم مرکزی. اس او دو سی ال دو، ببین اس و او 16 ان، سی ال 17، خب دو تا 16 دارم، پس میمونه که سمت چپ تره، یعنی گوگرد رو به من اتم مرکزی نظر میگیرم. سی ال اف 3، خب هر دو گروه در واقع 17 ان، هم سی ال هم اف، ولی خب سی ال چون سمت چپ تره من اینو انتخاب میکنم. ان او 2 مثبت، خب ان در واقع 15، اکسیژن 16، پس من نیتروژن رو به عنوان اتم مرکزی میگیرم. سی ال او 3 یه بار منفی، این از این ایناست دیگه، نگاه کنید از سبک اینه، سی ال او آنیونی، پس سی ال اینجا اتم مرکزیه. خیلی از بچه‌ها یه قاعده هستن که اونی که سمت چپ تره، اونی که سمت چپ تره هم یه استثنا داره که من اینجا آوردم براتون، میتونید به اون قاعده سمت چپ تره هم برید دیگه، زیاد من اصراری بر این ندارم که چطوری اتم مرکزی رو تشخیص بدین، چون بعد از یکم تمرین دیگه اصلا اتم مرکزی رو دیگه به قاعده نمیرید، میدونید اصلا. HClO3، خب ببین اینم در سبک ایون ClO، درسته؟ یادتون باشه هیدروژن همیشه یک بار مثبته، اگه در ترکیب با نافلز باشه یه بار مثبت یک، انگار من این هاش از این هاش ClO3 بردارم چی میشه؟ میشه ClO3 یه بار منفی، درسته؟ که میشه در قطع و قواره اون ClO4 میفته، پس این میشه Cl. اوکی، پس یادتون باشه هاش در ترکیب با نافلزها انگار یک کاتیون مثبت، یک کاتیون نیستا، توی فصل 2 12 اون قسمت ادوکسیدش میفهمید کاتیون نیست، ولی ظاهرا ما کاتیونه. خب هاش تو سی و سه اینجا هم همینه، دقیقا شبیه کاتیون، ولی خب نیاز نیست بدونید. خب کربن گروه کمتره دیگه، گروه 14 دیگه، اکسیژن 16. سی اس او یا کربونیل سولفید، گوگرد 16، کربن 14، اکسیژن 16، پس کربن رو به عنوان اتم مرکزی انتخاب میکنی. حله، این هم از تشخیص اتم مرکزی که کلا چیز ساده ایه، و باز میگم شما با یکم تمرین دیگه مثلا دستتون میاد دیگه با این قاعده ها اتم مرکزی تشخیص نمیدید. بریم سراغ رسم ساختار. ببین بچه ها، همیشه اولین عنصری که بعد ساختار رو با شروع کنید رسم کردن هیدروژن و هالوژنه. دلیلش چیه؟ اولا که اینا همیشه پیوند یکگانه تشکیل میدن، یعنی هیدروژن و هالوژن به هیچ وجه پیوند دو یا سه گانه تشکیل نمیدن، همیشه یکگانه تشکیل میدن، و خب برای اینکه این پیوند یکگانه رو تشکیل بدن به یه الکترون تک روی اتم مرکزی نیاز دارن، یعنی اگر الکترون تکی روی اتم مرکزی نباشه یه اتفاقاتی باید بیفته که پایین‌تر می‌فهمیم، ولی در حالت عادی اینا برای اینکه پیوند بدن حتما به الکترون تک نیاز دارن. خب منطقیه که من اول اینا رو بیام پیوندشون رو رسم کنم که الکترون تک من تموم نشه، اگه من بیام مثلا پیوند یه سری دیگر رو رسم کنم خوشحال الکترون تک من تموم بشه، خب هیدروژن هالوژن نتونه پیوند بده. در نتیجه اول همیشه هیدروژن و هالوژن رو رسم می‌کنید، اوکی، که با پیوند یکگانه دارن با یه الکترون تک. و یادتون باشه که همه عناصر کناری به جز هیدروژن که دوتاییه باید هشتایی باشن، همه عناصر کناری باید هشتایی باشن در سطح کنکور. اوکی، بریم رسم بکنیم بچه ها. ساده است واقعا، ساختالویسی که از مباحثی که خود خدا کنید ازش سوال بیه. سی هاش چار، آقا من میگم سی اینه، درسته بچه ها؟ سی اینه. خب من چهار تا هیدروژن دارم، خب هر هیدروژن با یه الکترون تک پیوند یکگانه میده، پس این میشه ساختالویس CH4، تموم شد رفت، چون هیدروژن دو تایی میشه دیگه الکترون تک هم نمیدن. CH2F2، خب اوکی من سی رو میذارم وسط، از اون مرکزی سی دیگه، خب دو تا هیدروژن دارم، دو تا هیدروژن رو میدم بهش، دو تا فلور هم دارم، فلور اینا همه الکترون تک میخوان، یه الکترون تک میخوان پیوند یکگانه هم میدن. برای اینکه حالا اتم کناری گفتم حتما باید هشتایی باشن غیر از هیدروژن، پس باید بیایم به اینا الکترون تک روشون هم اضافه بکنیم. CH2Cl2، ببین این دقیقاً همین CH2F2، فقط کافیه اینو برداری CL بذارید، یعنی تمومه، هیچ اتفاقی نیفتاد دیگه. دقت کنید مثلا خودتون برید از اول ساختار رسم بکنید، همینه دیگه. نه نکتهش رو پایین می‌بینید. سلسیوم هاش Br3، سلسیوم می‌ذارم وسط، 4 تا الکترون تک رو بهش میدم، چون گروه 14 دیگه الکترونای تک یا ظرفیت میشه یکان گروه، این 14 4 تا
الکترون ظرفیت داره. خب چهار تا رو باید به صورت تک نشون بدیم دیگه. خب یه دونه هاش داره، خب اوکی، سه تا هم بروم داره، خب بروم ها رو هم بهش وصل میکنه. بعد بچه دقت کنید، مهم نیست کدوم وری وصل میکنید دیگه، ولی بروم هر وقت خواستید وصل کنید، هیدروژن هر وقت خواستید وصل کنید. پی سی ال سه، خب پی رو میذارم وسط، این ساختار پی دیگه، پی گروه 15 5 تا الکترون در واقع ظرفیت داره. خب سه تا سی ال دارم، خب سه تا هم الکترون تک دارم دیگه، تموم شد. برای اینکه چون اتم کناری حتما باید 8 ای باشه، میام این الکترون تک رو هم میدم. ان هاش 3، آقا نیتروژن گروه 15، این میشه الکترون تکش، سه تا هیدروژن داره، خب هر هیدروژن یه الکترون تک نیاز داره، این الکترون تک رو هم بهش وصل میکنم و تموم شد رفت. خیلی خیلی ساده. حالا یه نکته فوق العاده مهم در رسم ساختار لوئیس، فقط و فقط الکترون ظرفیت مهمه. اوکی، پس اگه تو یک عنصر رو با همگروهش عوض کنی، هیچ تغییری، دقت کنید بچه‌ها، هیچ تغییری در شکل ساختار، شکل و پیوند، حتی شکل سه‌بعدیش هم ایجاد نمیشه. اوکی، هیچ تغییر، حتی اگر هیدروژن رو با هالوژن عوض کنید، هیچ تغییری در شکل پیوندها هم رخ نمیده. فقط چون هیدروژن حالا الکترون تک نمیگیره، ولی هالوژن چرا سه جفت الکترون همیشه تک داره؟ همیشه هالوژن سه جفت الکترون تک داره. فقط این الکترون های تک که جدا میشه. الکترون تک منظور الکترون ناپیوندیه منظورم. فقط الکترون ناپیوندیه که در جابجایی هیدروژن و هالوژن تغییر میکنه. در غیر این صورت شکل پیوندها هیچ تغییری نمیکنه. اگه یک عنصر رو با هم گروهش عوض کنید، چون ظرفیتاشون برابره، هیچ تغییری در شکل ساختار ایجاد نمیشه. اگه دقت کرده باشید، من اینجا وقتی میخواستم این دوتا رو با هم رسم کنم، F رو برداشتم جاش Cl گذاشتم، یادتونه؟ یا مثلا همین ساختار رو با این ساختار مقایسه کنید، مو نمیزنن با هم دیگه. حالا هیدروژن کار نداشته باشید که میگم، چون هیدروژن تک نمیگیره، هالوژن سه جفت تک میگیره، ببخشید ناپیوندی نمیگیره، عذر میخوام، هیدروژن ناپیوندی نمیگیره ولی هالوژن سه جفت ناپیوندی میگیره. ولی دقت کنید، من آدم کربن رو با هم گروهش عوض کردم که سیلیسیومه، بعد دو تا کلور داشتم، جاش دو تا بروم گذاشتم که هم گروهن، به جای یکی از هیدروژنام یه بروم گذاشتم که اونم گفتم هیدروژن و هالوژن هم عوض بکنید، مشکلی پیش نمیاد. یا مثلا ساختار لوئیس این دو تا رو نگاه کنید، من اومدم جای نیتروژن هم گروهش رو گذاشتم که فسفره، جای کلورا هیدروژن گذاشتم، یعنی جای هالوژن هیدروژن گذاشتم، هیچ تغییر شکل نگرفت. فقط تنها تغییری که ایجاد شد الکترون ناپیوندی کلوره که دیگه تو هیدروژن وجود نداره. حل. پس وقتی من یک عنصر رو با هم گروهش عوض میکنم، هیچ تغییری در هیچ چیزی اتفاق نمیفته. اگر هالوژن رو با هیدروژن عوض کنی، فقط الکترون ناپیوندیه که در واقع تغییر میکنه. به هر یه تغییر هیدروژن و هالوژن سه جفت ناپیوندی کم میشه، ولی نیازی حفظ بشی و راست خیلی راحت به دست میاد، ولی خب واضحه دیگه سه جفت کم میشه. بریم ادامه. حالا اولی رو گفتیم که باید کی رو رسم کنیم، اما حالا اینکه آخری کی رو باید رسم کنیم. بچه آخرین عنصری که باید به پیوندش رو رسم کنید اکسیژنه. چرا؟ چون اکسیژن خیلی منعطفه در رسم ساختار. خب شما اگه اینو بندازید مرحله آخر، اون میتونه یه کاری برای خودش بکنه. خب مثل اینکه شما مثلا یه ضعیف و مثلا میخواد به جنگ بکنه، مثلا چه یه لشکری ضعیفش رو نمیندازه بره جلو باز چیز بکنه، خب چون که میدونه خب اون ضعیفه. ولی اکسیژن یک چون یک عنصر خیلی قویه، هر جایی میتونه بیاد بر خودش جاواز بکنه. اوکی، در نتیجه ما اینو میذاریم آخرین عنصر که دیگه محدودیت های قبلی ها رو نداره، مثل هیدروژن هالوژن نیست که دنبال یک پیوند در واقع الکترون تک باشه، میتونه رو هر حالتی برای خودش اتفاقی رقم بزن. حالا اکسیژن چیکار میکنه بچه ها؟ اگر اتم مرکزی دو تا الکترون تک داشته باشه، حداقل دو تا الکترون تک داشته باشه، با اون دو تا الکترون تک یه پیوند دوگانه میده. ولی اگر الکترون تک کمتر از دو تا باشه، یعنی یکی یا هیچی باشه، میاد با یکی از جفت الکترون های اون اتم مرکزی یه پیوند یکگانه میده. یعنی یه جفت الکترون خودش با یه جفت الکترون اونوری یه پیوند یکگانه میده. حله؟ بریم رسم بکنیم ساختار رو میفهمید چی میشه. CO2، آقا من سیلی میذارم وسط، چهار تا الکترونش رو میدم. اکسیژن میاد میبینه که دو تا تک دارم، اوکی، پیوند دوگانه میدم. اکسیژن بعدی میاد میبینه که بازم دو تا تک دارم، پس بازم پیوند دوگانه میدم. تموم شد. این شد ساختار لوئیس CO2. بازم چون اتم های کناری باید هشته ای باشن، هر اکسیژن دو تا پیوند داره، دو تا جفتم ناپیوندی میگیره. SO2، خب S رو میزنم اتم مرکزی دیگه بچه، درسته؟ این ساختار S دیگه، 6 الکترون داره، دو تا جفتن، دو تا تک. اولین اکسیژن میاد میبینه که دو تا تک دارم،
پس پیوند دوگانه میده با این دوتا تک. اکسیژن بعدی ما دونی که دوتا تک ندارم، پس با یکی از این جفتا پیوند یکگانه میده. یعنی من اینو پاک میکنم یه پیوند یکگانه. حالا برای اینکه همه چی هشتایی بشه، چون گفتم که کناری ها حتما حتما باید هشتایی بشن، این الکترون ناپیوندی رو بهش میدم. SO3، ببین بچه ها SO3 همون SO2ه که یه او بیشتر داره، پس من میتونم همین SO2ی که دارم و اینجا کپی کنم. خب اینو کپی میکنم اینجا. خب حالا یه دونه S بهش اضافه تر میدم، خب اون یه دونه O بهش اضافه تر میدم، اکسیژن بعدی میاد گوگرد نگاه میکنم میبینه که الکترون تک نداره، در نتیجه با این دوتا الکترون یه پیوند یکگانه میده. این میشه ساخلویس SO3. تمام شد رفت. O3 بچه ها O3 اگه حواستون باشه این ساختار لویسش اینن شبیه SO2ه. چرا شبیه SO2؟ چون من فقط جای گوگرد و اکسیژن عوض کردم، همگروه عوض میکنی تغییر در ساختار لویس ایجاد نمیشه. پس من باز میتونم همون SO2ی که کپی کرده بودم و دوباره کپی بکنم. چیکار بکنم؟ این S رو بردارم جاش بندازم O. تموم شد، ساختار لویس O3 رو رشت کردیم. حله. بعدی CH2O، سی رو میذارم وسط، 4 الکترون تک دار، اول هیدروژن و هالوژن. پس من میام این هیدروژن رو رسم میکنم، این هیدروژن هم رسم میکنم، یه دونه او مونده. خب یه دونه او میاد میبینه که دو تا تک وجود داره، پس یه پیوند دوگانه میده. تموم شد. اینم ساختار لوئیس. CS2 دقت کنید، CS2 همون CO2. چرا؟ چون من اومدم او رو با اس عوض کردم، اینا هم گروه هم. خب CO2 مگه اون نبود؟ پس CS2 میشه این. بعضی وقت بچه‌ها میگن که آقا الان مثلا تو بالا رسم اکسیژن به ما یاد دادی، رسم هالوژن و هیدروژن یاد دادی، مثلا رسم برای فسفر به ما یاد ندادی، یا رسم نمیدونم گوگرد به ما یاد ندادی، تو باید از چی استفاده بکنی؟ از خواص عناصر همگروه استفاده بکنی. من یاد ندادم گوگرد چجوری پیوندش رسم میشه، ولی تو باید استفاده بکنی که آقا گوگرد همون اکسیژنه، همگروه هم با هم. حالا میتونی جایگزینشون بکنی. COCl2 آقا COCl2 همون CH2Oه. چرا؟ چون من آدم جای دوتا هیدروژن صرفا دوتا کلور گذاشتم، فرقی ایجاد نشد، پس من میتونم این دوتا هیدروژنی که اینجا دور رو بردارم بهش دوتا کلور بذارم. فقط چون جای هیدروژن و هالوژن عوض کردم، این الکترون ناپیوندی هم فقط میگیره دیگه. این شد COCl. تموم شد. POCl3 خب پی رو میذارم وسط، دوتا در واقع سه تا تک داره و یه دونه هم جفت، درسته گروه 15 5 تا ظرفیتش، اول هیدروژن و هالوژن. خب سه تا کلور دارم، ببین کلور رو رسم بکنیم. Cl Cl Cl. اوکی پس میام الکترون این بچه این خط میکشم به این معنی است که دو جفته، یعنی یه جفته در واقع. اینم هر کدوم سه جفت ناپیوندی. حالا اکسیژن میاد اینکه پی جفت تک الکترون نداره، دوتا فقط یه دونه جفت داره، در نتیجه با این جفت پیوند یکگانه میده. تموم شد. یعنی من اینو دوتا بر میدارم یه پیوند یکگانه میدم با اکسیژن، کناری هشتایش هم میکنم. تموم شد. SOCl2 خب S رو میذارم وسط، اتم مرکزیه، گروه 16 شیشتم ظرفیتشه، اول هیدروژن و هالوژن، دوتا کلور هم میذارم، بعد اکسیژن. اکسیژن میاد میبینه که خب آقا دوتا تک ندارم، پس با یکی از این جفتا پیوند یکگانه میده، در نتیجه من اینو بر میدارم پیوند یکگانه میدم با اکسیژن. این شد SOCl2. حالا SO2Cl2 چطور؟ خب این همون SOCl2، یه او بیشتر داره دیگه. خب اکسیژن بعدی میاد میبینه که بازم گوگرد الکترون تک نداره، در نتیجه با این دوتا اکسیژن پیوند یکگانه میده، اینو بردار اکسیژن یکگانه میده. تموم شد. بعدی NOCl، نگاه کنید بچه ها، N اتم مرکزی دیگه، این گروه 15 5 الکترون داره، اینجوری میشه، اول هیدروژن و هالوژن، بعد اکسیژن میاد میبینه که دوتا تک وجود داره، پس پیوند دوگانه میده. بعد تموم شد دیگه، این شد NOCl. حالا ببینیم بعدی NO2Cl. خب این همون NOCLه، یه دونه او بیشتر داره. خب او میاد الان نیتروژن رو نگاه میکنه، میبینی که جفت الکترون، ببخشید تک الکترون ندارم، دوتا، در نتیجه با این جفت یه پیوند یکگانه میده. این میشه NO2Cl. فوق العاده ساده، چه سرعتی میتونیم رسم کنیم. تموم شد. حالا یه سوال دیگه پیش میاد، اینکه آقا چگونه پیوند نیتروژن رو باید رسم کنیم؟ درسته ما همه عناصر گروه 2 رو انگار داریم بررسی، دوره 2 رو داریم بررسی می‌کنیم. چجوری پیوند نیتروژن رو رسم کنیم؟ ببین بچه‌ها، نیتروژن تقریبا یک عنصر خیلی کمیابه در ساختار لوئیس. خب ولی
قاعده ای که وجود داره براش اینه که آقا نیتروژن پیوندها به اندازه الکترون تک اتم مرکزیه. خب یعنی اگه الکترون اتم مرکزی دو تا تک داشته باشه پیوند دوگانه میده، اگه سه تا تک داشته باشه سه گانه میده، یه تک داشته باشه یگانه میده. یادتون باشم که نیتروژن اول هیدروژن و هالوژن رسم میشه، بعد حالا مثلا میتونه نیتروژن رسم شه و تهش اکسیژن رسم میشه. این ترتیب رسم رو هم رعایت بکنه. خب من میخوام ساختالویس H3N رو رسم بکنم. خب سی اتم مرکزیه، بعد اول هیدروژن و هالوژن، پس این هیدروژن میاد با این پیوند یگانه میده، بعد نیتروژن. خب نیتروژن میاد میبینه که سه تا تک وجود داره، پس میاد میگه که خب اوکی پس من پیوند سگانه میدم. برای اینکه اتم اطراف هشته بشن نیتروژن باید یه دونه جفتم بگیره دیگه، درسته؟ تموم شد. NO2 اتم مرکزی N دیگه، قطعا این میشه ساختارش. دو تا O دارم. خب اولین O میاد میبینه که دو تا تک وجود داره، پس یه پیوند دوگانه میده. البته NO2 نیتروژن به اون اتم کناری قرار نمیگیره، ولی خب نیتروژن توش وجود داره. اکسیژن بعدی میاد میبینه که دو تا تک وجود نداره. دقت کنید بچه، یه تک وجود داره، من گفتم حداقل دو تک. خب دو تا تک وجود نداره، در نتیجه با یکی از این جفت الکترون ها پیوند یکگانه میده، پس شد این. تموم شد. اینم از ساختاریس NO2. حالا N2O اینم چی اتم مرکزی؟ خب نیتروژن دیگه، نیتروژن میذارم وسط میشه این. حالا الان من ساختاری کی رو رسم کنم، نیتروژن یا اکسیژن؟ نیتروژن، چون اکسیژن آخرین عنصریه که ما پیوندش رو رسم کنیم. نیتروژن میاد میبینه که خب اتم مرکزی که باز نیتروژن سه تا تک داره، پس میگه که خب اوکی پس من یه پیوند سگانه باید تشکیل میدم، اینم دو تا تک هشتایی بشه. بعد اکسیژن میاد، اکسیژن میبینه که خب اوکی من تک ندارم، جفت دارم، در نتیجه با این جفت یه پیوند یکگانه میده. تموم شد. حل بریم بعد. ساختالویس مولکول دو اتمی زیر رسم کنید. مولکول دو اتمی بچا مولکول دو اتمی دیگه، یعنی اتم مرکزی براش معنی نداره، اتم مرکزی نداری، درسته؟ بعضی رو میشه با قاعده قانون گفت، بعضی رو باید حفظ باشید تقریبا، و خلاصه که خیلی مهمن، یعنی حتما بدونیدشون. خب باقی رو حفظ نباشید خیلی راحت میتونید در بیارید، ولی شاید دو اتمی یکم در سر باشه برات. آقا O2 چطوریه؟ یه O دارم اینجوری که میخواد با یه اوی دیگه که اینجوریه پیوند بده. خب این دوره همدیگر نگاه میکنن میبینن که دو تا تک وجود داره، در نتیجه پیوند دوگانه میدن، پس این میشه ساختالویس O2، درسته؟ و من دارم خیلی ساختار رو میکشم برای این قیافش بد میشه. نیتروژن چی؟ نیتروژن میگه که خب آقا من پیوند ساختارم اینجوریه، دو تا نیتروژن میگن ما اینجوریم. خب این دو تا همدیگر نگاه میکنن میبینن که ما سه تا تک داریم، پس پیوند سگانه میدیم با هم دیگه. حله. X2، X یا هیدروژن یا هالوژن. خب اگه هیدروژن باشه میشه این. خب اینو تا همدیگر نگاه میکنم اینه که ما یه تک داریم پیوند میدیم با هم. اگه هالوژن باشه خب دقیقا همین، یعنی هالوژن ها اینجوری هم دیگه بچه، درست؟ مثلا من فلور رو اینجا به من نمونه رسم میکنم، خب یه تک دارن در یه پیوند یکگانه میدن، تمام هیدروژن و هالوژن ها پیوندشون میشه این XX. حالا اگه هیدروژن باشه الکترون تکی نداره، اما اگه هالوژن باشه خب برای هر کدوم از این X ها بس سه جفت ناپیوندی بذارید. NO، N چی بچه؟ N رو من میذارم وسط، N اینجوریه. O چجوریه؟ خب O میاد این نیتروژن رو نگاه میکنه، میبینه که نیتروژن دوتا تک داره، در نتیجه پیوند دوگانه باش میده، این میشه ساختالویس NO. CO چطور؟ CO از اونایی که تقریبا به ساختالویسش رو حفظ باشین و ساختالویسش در واقع میشه این CO، تنها جایی که تقریبا اکسیژن پیوند سگانه تشکیل میده. اوکی ساختالویس CO رو حتما بچه‌ها حفظ باشید. اوکی با قاعده قانون اینجوری نمیشه قضیه رو حل کرد، با یه قاعده قانون دیگه هست من پایین‌تر بهتون میگم که حتی اگر هیچ عنصری رو بلد نبودی تعلیم بکنید میتونید ساختالویس رسم بکنید، یه قاعده خیلی کلی و کامل. اوکی ولی با چشم بخواید رسم کنید CO رو نمیشه، باید CO رو حفظ باشید. اوکی و از این سیو استفاده میشه توی پایین تر. مثلا یادتونه من بالا میگفتم این هم گروه، پس ساختالویسش دقیقا اینجوری میشه، دقیقا به همین شکل ما از سیو استفاده های زیادی میکنیم. حتما حتما ساختالویس سیو رو حفظ باشید، کربن و اکسیژن با هم پیوند سگانه دارن. آخه بعضی اوقات هست اتم مرکزی از قاعده هشتایی پیروی نمیکنه. مثلا چی؟ مثلا دارید هالوژن ها رو وصل میگنید، خب هالوژن گفتم که حتما الکترون تک میخواد، عموما هم همیشه در پیوند هالوژن هاست که این اتفاق میفته، مخصوصا در سطح کنکور. خب
منظور اینجا از قاعده هشتایی پیروی نمیکنه بیشتر از اینه که میره بالاتر از هشتایی. خب پایین تر از هشتایی خیلی معروف هست ولی بالاتر از هشتایی عموما در پیوند هالوژن هست، پایین تر از هشتایی هم بهتون میگم. اوکی حالا اگه از اون مرکزی از قاعده هشتایی پیروی نکنه چیکار کنیم؟ آقا اگه دیدی داشتی هالوژن دست میکردی، دیدی که آقا هالوژن الکترون تک میخواد دیگه، خب الکترون تک نداری، چیکار میکنی؟ دو تا جفتتو باز کن به عنوان دو تا تک در نظر بگیر. حله، دو تا جفتو باز کن تک در نظر بگیر، تموم شد. الان من میخوام CLF5 رو رسم کنم، درسته؟ خب من چیکار میکنم؟ من میگم که من اینو میذارم وسط. بچا در همین لحظه که من دارم ویدیو ضبط میکنم برق رفت، خیلی عالی بود، فوق العاده بود. یه لحظه اگه اجازه بدید من نور صفحه رو زیاد بکنم که بتونید تصویر من رو بهتر در واقع ببینید. خب فوق العاده بود. خب ساختمان CLF5 رو من میخوام رسم کنم. میگم که آقا CL چطوریه؟ CL اینجوریه، درست، گروه 17 7 الکترون در واقع ظرفیت داره. بعد من 5 تا F باید بهش رسم کنم. خب یه دونه F میاد، این پیوند یه دونه الکترون تک داره دیگه، پیوندش رو میده. حالا 4 تا F مونده. خب F رو میان نگاه میکنم، خب الکترون تکی وجود نداره، چیکار بکنم؟ پس من میگم که آقا هر یک از این دو تا جفتا رو باز کن به عنوان دو تا تک در نظر بگیر. یعنی اینو یه تک در نظر میگیره، این با یه F پیوند، اینو یه تک، این با یه F پیوند میده، اینو یه تک، این با یه F پیوند میده، اینم یه تک، این با یه F پیوند میده. حالا چون حتما کناری همه باید قاعده 8 تا پیروی بکنم، پس کافیه که در واقع من اینو بیام و همشون 8 تا بکنم. حل این شد CLF5 ساده. زنون F5، آقا زنون یه گاز نجیبه، درسته؟ پس میشه این هشتایی دیگه، گاز نجیب دیگه، تا غیر از هلیوم که دوتاییه. خب هر کدوم از این F و هم بخوام بیان بچسبن، الکترون تک ندارن، در نتیجه باید همه این دوتایی رو ما به عنوان تک در نظر، همشون رو نه، یعنی هر چقدر که نیاز دارید رو به عنوان تک در نظر بگیرید. خب من الان هنوز یه دونه نیاز دارم، پس این دوتا رو هم باید تک در نظر بگیرم، با یکی از تکا پیوند میده، تموم شد. بعد باید بیام اینا رو هشتایی بکنم که کارشون اوکی شه. فقط دقت بکنید که الان اتم مرکزی یه دونه تک داره و یه جفت، این الکترون اینجا تکه، الان این یه دونه جفته، درسته؟ اتم مرکزی الان قاعده هشتایی واضحه که پیروی نمی‌کنه دیگه، چون 5 تا پیوند داره که میشه 10 تا الکترون، با این سه تایی که ناپیوندی هم کنارش میشه 13 تا الکترون، در حالی که باید هشتایی باشه. SF6 این یکی از اون معروف هاست. آقا SF6 رو چی کار بکنیم؟ SF6 رو چجوری باید رسم بکنیم؟ S رو میذاریم، این S. خب 6 تا فلور، خب این دو تا تک دارن با این فلور پیوند میدن، ولی الان دو تا تک دیگه، یعنی 4 تا پیوند دیگه مونده، 4 تا فلور دیگه مونده، پس من 4 تا تک دیگه میخوام. پس تمام این در واقع 4 تا در واقع الکترون ناپیوندی موجود من باید تک در نظر بگیرم، تموم شد. این شد SF6. یعنی الان حالا دیگه تمام این فلورا رو باید هشتایی بکنید، اینو دیگه اصلا بپذیرید همینقدر شد. الان گوگل تمام پیوند، یعنی 6 تا پیوند داده با تمام الکترون های دورش و الان 12 تا الکترون توی جای ظرفیتش وجود داره و هشتایی نیست دیگه، واضحه. خب بریم PCL5. خب پی رو میذاریم وسط، بعد 5 تا CL، خب 3 تا CL که اصلا تک داریم و خیلی راحت پیوند میدیم، 2 تا کم دارم، خب این 2 تا رو من تک در نظر میگیرم، تموم شد. باز کافیه که این CL ها رو هم بیایید هشتایی بکنید دیگه، تموم شد. الان پی باید 8 تا داشته باشه ولی 10 تا داره دیگه، درسته؟ حالا من شاید یادم رفته باشه، نمیدونم، من مطمئن نیستم، ولی مثلا یکی دیگه از ساختارهایی که بگم که از قاعده هشتایی پیروی نمیکنه، مثلا ALH3، خب توی در واقع دوره حل مسئله، دوره مفاهیم قسمت آلفا، در واقع تو دوره آلفا قسمت مفاهیم یاد میگیرید که آل هاشته مثلا یک ماده مولکولیه، نه یونی، درست بچه ها؟ کلان همه چیزای پیشرفته و توی سوالات شیمی توی دوره آلفا یاد میگیرید، هم قسمت مسائلش هم قسمت مفاهیمش. خب الان آل اتم مرکزیه، هیدروژن که گفتم هیچ وقت نیست، خب 3 تا الکترون داره، آل گروه 13 3 تا الکترون ظرفیت داره، خب سه تا هیدروژن هم که خب هر کدوم یه الکترون تک میخواد و میاد باهاش پیوند میده. الان آل هاش سه از قاعده هشتایی پیروی نمیکنه، چون آل که اتم مرکزیه الان سه تا پیوند داده و 6 تا الکترون داره توی لایه ظرفیتش، در حالی که باید 8 داشته باشه. پس اینم از اوناست که از قاعده هشتایی پیروی نمیکنه اتم مرکزی. حله، بریم ادامه.
ساخت لوئیس یون، بچه‌ها ساخت لوئیس یون هیچ چیزی نداره. چی کار باید بکنید؟ فقط کافیه که به اندازه، یعنی بارو وارد بکنید، تاثیر بده روی اتم مرکزی. اگه بارت منفی بود، به همون اندازه که بار منفیه به الکترون ظرفیت اتم مرکزی اضافه کن. اگه بار مثبت بود، به همون اندازه از الکترون ظرفیت اتم مرکزی کم کن. همین، تمام در واقع یون همینه، هیچ چیز بیشتری نداره. خب مثلا حالا توی رسم، توی قسمت قبلی ما چی گفتیم؟ گفتیم که آقا در رسم ساختار لوئیس فقط و فقط در واقع الکترون ظرفیت مهمه. خب مگه من نگفتم که الان توی یون بار رو بیا روی ظرفیت اتم مرکزی بذار؟ پس اوکی، پس ما میتونیم یه سری ساختار لوئیس های مشابه بگیم، ظرفیت های یکسان باشه، ساختار لوئیس مشابه میشه دیگه، درسته؟ 11 تا مثال من اینجا زدم، 11 تا گروه رو براتون مثال زدم که همه اینا رو ببینید. ولی خب اگه مفهوم رو درک کرده باشید، اصلا نیازی نیست اینا رو حفظ بکنید، فقط میخوام دیده باشید و مفهومش رو فهمیده باشید. اوکی، الان SO3 قطعا با NO3 یه بار منفی مشابهه. چرا؟ چون N گروه 15، خب یه دونه الکترون بهش اضافه کنیم میشه 16. خب گوگردم 16، پس این دوتا یعنی یکی هن. CLO3 مثبت، خب CL گروه 17، یکی ازش بکنیم یه گروه 16، درسته؟ در نتیجه میشه همون SO3. یا CO3 دوباره منفی، خب C گروه 14، دو تا بهش اضافه کنی 14 و علاوه 2 16. پس C دوباره منفی در واقع انگار یکیه با N یه بار منفی و این یکیه با S و این یکیه با CL مثبت، درسته؟ همه اینا ظرفیتشون با هم برابره دیگه. حله، به همین خاطر ساختار لوئیس، این 4 تا ساختار لوئیسی که 4 تا ذره ای که ما اینجا گذاشتیم، ساختار لوئیساشون با هم یکسان. مورد دوم SO2 و ببخشید CO2 و CS2، اینا که داشت واضحه، من او رو با S جابجا کردم، هم گروه هم معلومه که ظرفیتشون یکسانه. CSO یا کربونیل سولفید، من اومدم جای مثلا اینو مقایسه کنید با CS2، من اومدم جای یکی از گوگرده اکسیژن گذاشتم، خب هم گروه هم معلومه که ساختار لوئیسشون شبیه. NO2 مثبت، خب O2 ها که واضحه با اون دو تا گوگرد یا با اون دو تا اکسیژن یکیه. N مثبت N 15 یکی از استدم یا 14 میشه همون کربن، در درجه این NO2 همون CO2. پس من وقتی بهت میگم ساختار لوئیس NO2 رو رسم کن، تو باید ساختار لوئیس CO2 رو عملا رسم کنید، درسته؟ این از این ساختار لوئیس مشابه میتونید استفاده بکنید که فوق العاده سرعتتون رو بیشتر میکنه. بور H3 آل H3 CH3، خب H3 ها که یکی هست، خب بور با آل هم گروهه، بعد گروه 13، کربن گروه 14، خب کربن یه بار مثبت از 14 یکی میاد عقب میشه 13، در نتیجه ساختار لوئیسشون مشابه میشه. مثال بعد CH4 سیلیسیوم F4، خب واضحه جای سی اومدم سیلیسیوم گذاشتم که هم گروهه، جای هیدروژن اومدم فلور رو گذاشتم، گفتم ساختار لوئیس اینا شبیه هم دیگه، فقط تو ناپیوندی تفاوت ایجاد میشه. یادتونه سیلیسیوم هاش برومسه، خب واضحه من جای سه تا از فلور رو بروم گذاشتم که هم گروهشه، جای یکی از در واقع فلور رو هیدروژن گذاشتم، هیدروژن هالوژن عوض میشه، چه اتفاقی نمیافته. آل H4 یه بار منفی، آقا این سی H، این H4، این H4، درسته؟ آل یکی منفی بهش بدی، آل 13 یکی بهش بدی میشه 14، خب میشه همون کربن دیگه. حله بریلیوم F4، خب آقا F4 که با مثلا همون نمیدونم مثلا با این مقایسه کنیم، اینم سیلیسیوم هم F4، اونم F4، خب این قسمت که اوکیه. سیلیسیوم گروه 14، بریلیوم گروه 2، خب دو تا الکترون بهش بدی ظرفیتش میشه 4، درسته؟ گروه 2 دو تا ظرفیت داره، خب دو تا دیگه بهش اضافه کنی میشه 4 دیگه، با ظرفیت‌ها با هم برابر بشه، درسته؟ NH4 مثبت، خب این همون CH4 دیگه، N یه بار مثبت یعنی از 15 یکی بیا عقب میشه 14 دیگه. PCl4، خب این هم واضحه دیگه، من اومدم جای هیدروژن هالوژن گذاشتم، بعد جای نیتروژن با فسفر که هم گروهش رو عوض کردم، خب معلومه که هیچ تغییر در ساختار لوئیس ایجاد نمیشه. بریم مثال بعد، مثال پنجم، اینا رو پاک کنم. NH3 PCl3، خب واضحه دیگه بچه‌ها، من جای نیتروژن فسفر گذاشتم، جای هیدروژن هالوژن گذاشتم، تغییر نمیکنه. CH3 یه بار منفی، آقا این H3 با این H3 یکیه، من جای نیتروژن اومدم کربن یه بار منفی گذاشتم، خب نیتروژن 15 کربن 14، 14 به علاوه 1 میشه 15، درسته؟ H3O مثبت، آقا او 16 یکی از دست بده میشه 15 دیگه، خب H3 هم که H3 تموم شد. بریم مثال بعدی H2S، این هم واضحه دیگه بچه، H2S جای گوگرد اومدم، جای اکسیژن اومدم گوگرد گذاشتم. X2O، X اینجا منظور هالوژنه، مثلا چه میگم CL2O،
اینم ساخت و لیسش قطعا مشابه دید، چون جای هیدروژن اومدم هالوژن گذاشتم. ان هاش دو یه بار منفی، آب هاش دو که یکیه، خب اینم یه دونه الکترون بگیره از 15 پا میشه میره 16، 16 اون اکسیژن دیگه، درسته؟ پس ساخت و لیس اینا شبیه هم دیگه است. SO2 و NO2 یه بار منفی، واضحه دیگه، N یه دونه الکترون بگیره 15 میشه 16، پس با SO2 شبیه میشه. حالا این گفته بودم CO خودش مهمه، خب CO با N2 شبیهه، درسته؟ هر دو پیوند سگانه داشتن. NO2 مثبت، خب آقا N یه بار مثبت همون کربن دیگه، N15 یکی از استودین میشه 14، پس N یه بار مثبت همون کربنه، خب کربن O میشه همون CO دیگه. یا سی ان یه بار منفی، سی یه دونه سی 14 یکی بهش بدی میشه 15، پس این همون ساخت لیس ان 2. خب ان 2 هم که با سی او مشابه، در اینجا همه اینا با هم مشابه. مثال نهم، این خیلی باحاله، این 4 تا ایون با هم دیگه. سلسیوم او 4 4 بار منفی، پی او 4 3 بار منفی، اس اس او 4 2 بار منفی، سی ال او 4 یه بار منفی، همه اینا او 4 رو که دارن. خب سلسیوم 4 14 4 تا بهش بدی میشه 18، فسفر 15 3 تا بهش بدی میشه 18، گوگل 16 2 تا بهش بدی میشه 18، سی ال 17 یکی بهش بدی میشه 18. درجه ساخت‌الیس همه اینا با هم مشابه، چون اتم مرکزی ظرفیتشون با هم برابر. N2O و N3 یه بار منفی، بچا N ببین N3، خب من بعد به یکی از نیتروژن اتم مرکزی دیگه، به یکی از اون نیتروژن‌ها یه دونه الکترون بده، خب یه دونه الکترون به یکی از نیتروژن‌ها بدم، اون نیتروژن میشه اکسیژن، در نتیجه میشه N2O. پس N2O ساخت‌الیسش با یون N3 یه بار منفی مشابه. حل SO3 دو بار منفی و CLO3 یه بار منفی، خب O3شون که یکسان، S دو بار منفی گوگرد به علاوه گوگل 16 16 به علاوه 2 18، CL هم که گوگل 17 به علاوه 1 بشه میشه 18، درسته؟ پس اینم که ساخت لیستشون مشابه و کاملا واضحه، درسته؟ خب بریم ادامه بدیم. فقط بگم که بچه‌ها نترسید دیگه، مثلا نیازی سینا رو حفظ بکن، چون فقط قرار مفهومش رو درک کرده باشید، همه چی حل و کافی. ساخت لیست یون های زیر رسمانی، من همش میخوام از ساخت لیست مشابه استفاده بکنم، حال ندارم توضیح بدم دو تا ساخت لیست یون چجوری قرار باشه، من قرار از ساخت لیست مشابه استفاده کنم با چشم و حفظی حل بکنم. آقا ان یه بار منفی، ان یه بار منفی میشه او، پس این ساخت لیستش همون هاش دو، هاش دو ساخت لیستش اینه دیگه بچا، درسته؟ اکسیژن دو تا تک داره، هیدروژن با این دو تا تک میاد پیوند یکگانه میده. پس حالا برای اینکه برسیم به ساخت لیست مقصدمون، من کافی این اکسیژن رو بردارم جاش نیتروژن بذارم داخل کروشه، یه بار منفی هم بدم. سی اچ 4 یه بار مثبت، آقا سی اچ 4 یا سی یه بار مثبت همون آل، آل هاش 3 میذارم، آل هاش 3 بالا براتون رسم کردم دیگه، نه ساخت لیستش این بودی، آل هاش هاش هاش، آل 3 تا تک داره، گروه 13 دیگه 3 تا تک داره، در نتیجه خب 3 تا تک با هر کدوم از هیدروژن‌ها با یکی از این تک‌ها یگانه میدن. خب فقط کافیه من بیام چیکار کنم، این آل رو بردارم جاش بذارم سی، بذارم داخل کروشه، بار مثبتش هم بهش بدم. NO3 یه بار منفی، آقا N15 یکی بهش بدم میشه 16، میشه SO3. ساخت لیست SO3 رو بالا رسم کرده بودیم، این بود، درسته بچه ها؟ خب حالا کافیه من اینو بردارم بذارم نیتروژن، بذارم داخل کروشه، یه بار منفی، تموم شد. حالا این هشتهیش هم باید بکنید دیگه بچه، دیگه من اگه هشتهی جایی یادم رفت دیگه حواستون باشه خودتون. AlCl4 یه بار منفی، آقا Al13 یکی بهش بدی میشه 14، پس این در واقع همون CCl4 یا همون CH4، درسته؟ CCl4 میشه این دیگه، C4 تا تک داره، خب هر کدوم از این تک‌ها با این کلور پیوند میدن، کلور رو هشتهی کنیم. خب الان کافیه من کلور رو کربن رو بردارم جاش Al رو بذارم، بذارم داخل کروشه، یه بار منفی، بریم بعد. N هاش 4 یه بار مثبت، آقا این دقیقاً همون بالا N15 یکی از دست بده میشه 14، پس این همون سی هاش 4ه، درسته؟ خب سی هاش 4 چجوری بود بچه‌ها؟ این بود، سی هاش 4 یه همتون حفظید دیگه، ساخت لیستش رو. خب کافیه این سی رو بردارم بذارم N، بذارم داخل کروشه، بار مثبت. سی هاش 3 یه بار منفی، آقا سی گروه 14 یکی از دست بده میشه، یکی بگیره میشه 15، پس این همون N هاش 3، ساخت لیست N هاش 3 رو که اصلا همون اولین سوال آخرین ساختار NH3 بود، NH3 اینه، درسته بچه ها؟ خب این N رو بر میدارم جاش کربن میذارم، بار منفی رو میدارم، تمام شد. بریلیوم F، آقا بریلیوم گروه 2، دو تا الکترون بگیره میشه 4، میشه همون گروه 14، درسته؟ پس این همون CF4، CCl4 رو بالا رسم کرده بودیم دیگه، خب CF4 دقیقا مشابه CCl4، الکترون ناپیوندی فلور رو دیگه شما بدین،
خب فقط کافیه من کربن رو بردارم، جاش بذارم بریلیوم، بذارم داخل کروشه، دوباره من تموم شد. ICL2، خب آی گروه چنده؟ در واقع 17، یکی از اسیده میشه 16، پس این همون CL2Oه. خب CL2O ساختلویسش چیه؟ O اینه دیگه، چون رسم نکرده بودیم قبلا، من الان میخوام بگم. خب هر کدوم از این کلورا یه پیوند یکگانه با این نمیدن. حالا کافیه او رو بردارم بذارم یود، بذارم داخل کروشه، بار مثبت بدم. هر کلور هم باید هشتگی بکنید دیگه، حواستون باشه. CN یه بار منفی، آقا این همون N2 دیگه، چون C یه دونه بگیره از 14 میشه 15، یعنی نیتروژن. خب پس ساخت لوئیس آن نیتروژن چی بود؟ این. کافی یکی از نیتروژن رو بردارید جاش C بذارید. هشتگی هم باید بشن، این هم باید بشن. حل ICL یه بار منفی. اینو میخوام چون نمونهشو نداش نگفتم تا حالا بهتون، این میخوام واقعا یون رسم کنیم، شبیهشو ندیدی تا حالا. آقا آی خودش چجوریه؟ گروه 17 و اینه. خب یه دونه الکترون بهش اضافه بکنم یه بار منفی دیگه، خب میشه این، تموم میشه. بعد میخوام دو تا سی ال رسم کنم. خب سی ال میگه که آقا من الکترون تک میخوام، دو الکترون تک نداری که، در نتیجه این دو تا جفت یکی از جفتاش باز میشه از هم دیگه، پس ساختار لیست میشه این سی ال سی ال. تموم شد، بذار داخل کروشه، بار منفی هم بده. سی ال هم باید هشتایی بکنید دیگه، درسته؟ آی سی یه بار منفی. خب این فوق العاده است بچه ها. این آی ببین، این نگاه کنید، این آی یه بار منفیه با سی ال دو، این آی یه بار منفیه با آی دو. خب این عینن شبیه هم دیگه است دیگه، من فقط به جای سی ال دو گذاشتم آی دو، در اینجا فقط کافی اینو بردارم بذارم آی، این شد آی سی یه بار منفی. سلسیوم F6 دوباره منفی. بچه ها SF6 رو یادتون رو رسم کردیم بالا. خب سلسیوم گروه 14 دو تا بگیری میشه 16، میشه همون SF6. SF6 رو بالا رسم کرده بودیم، اگه یادتون رفته برید نگاه کنید. SF6 اینجوری بود ساختار لیسش، درسته؟ خب فقط کافی من S رو بردارم بذارم سلسیوم، بذارم داخل کروشه، دوباره منفی. فلورا هم باید هشتگی بکنید دیگه، اینم یه سوال است. NO2 یا بار منفی؟ آقا N15 یکی بهش بدم میشه 16، پس این میشه همون SO2. SO2 که بلدید همه ساختار لوئیسش رو رسم کنید، ساختار لوئیسش اینه، بالاتر ما رسم کردیم، اونه که رسم کردیم و دیگه توضیح نمیدم بچه. خب کافیه من اینو بردارم بذارم نیتروژن، بذارم داخل کروشه، بار منفی هم بدم. NO2 مثبت، آقا N15 یکی از دست بده میشه 14، این پس همون CO2. خب CO2 که ساختار لوئیسش همتون بلد بودین. خب من C رو برمیدارم میذارم نیتروژن، بار مثبت. NO مثبت، آقا N گروه چنده؟ اینو میخوام از همون قاعده استفاده بکنم. نیتروژن گروه 15، خب یکی از دست بده میشه 14. پس این همون CO. ساختار لوئیسش این بود. پس من اینو برمی‌دارم می‌ذارم N، تموم شد. کروشرم بهش بدیم. درسته N یه بار مثبت از 15 میاد 14 میشه C. CO، CO ساختار لوئیسشو بلدم، می‌ذارم به جای کربن نیتروژن می‌ذارم و تموم. CO3 دوباره منفی. بچا C14 دو تا بهش بدیم میشه 16. پس این میشه SO3. ساختار لیست SO3 رو هم که رسم کرده بودیم. در نتیجه من دیگه توضیح نمیدم چه جوری باید رسم کنیم. کافیه اینو بردارم بذارم C، بذارم داخل کروشه، دوباره منفی. PO4 سه بار منفی. خب اینو تا حالا نمونهش رسم نکردیم. الان رسم می‌کنم. P بچا اینه دیگه. خب این سه تا بهش الکترون بدم، خب همه این سه تا جفت میشن. خب 4 تا اکسیژن میاد، هیچ کدومشون الکترون تک پیدا نمیکنه، پس همشون پیوند یکگانه میدن. تموم شد، همشون پیوند یکگانه میدن، همه اینا رو پاک میکنن، همه اینا پیوند یکگانه میشه. خب همین اکسیژن رو هم باید هشتگی بکنیم دیگه، درسته؟ میذارم داخل کروشه، سه بار منفی. SO4 دوباره منفی. خب مگه همین بالا گفته بودم اینا ساختار لوئیسشون عیناً شبیه هم دیگه است، پس کافیه من اینو بردارم S بکنم، اینو بکنم دوباره منفی. SO3 دوباره منفی. این فکر کنم همه دوزاییتون افتاده دیگه بچه ها، نه؟ این همون SO4 یه اکسیژن کمتر، یعنی فقط کافیه من اینو بردارم، این به جاش این دوتا الکترون هم بدم که این هشتگی شه، تموم شد. ولی حالا برفرضم که میخوایم مثلا نمیدونید، خب S دوباره منفی، S گروه 16 دو تا بگیره میشه 18، تو ظرفیتش پر میشه. خب هر سه تا اکسیژن الکترون تک پیدا نمیکنن، پس پیوند یکگانه میدن، در نتیجه سه تا پیوند یکگانه میدیم. میذارم داخل کروشه، دوباره منفی. اکسیژن هم باید هشتگی بکنید دیگه، یعنی حواستون در واقع به هشتگی کردنش هم باید باش. خب بعدی PF6 یه بار منفی. خب بچه ها P گروه 15 یکی بگیره میشه 16، پس این همون SF6ه.
اسفیجی که بالا رس کرده بودیم، پس همین دیگه با چشم میگن میشه این. فقط باید فسفورا رو در واقع هشتایی بکنیم. CLO یه بار منفی. خب بچه ها CL گروه 18 بخشید 17 خب اینه. خب اگه یه دونه الکترون بهش بدم خب این پر میشه ظرفیتش. خب اکسیژن میاد میبینه که الکترون تک وجود نداره، در نتیجه پیوند یکگانه میده، تموم شد. CLO3 یه بار منفی، این یادتونه دیگه، گفتم این از اوناست که اتم مرکزی CL یادتونه. خب CL یه بار منفی رو تازه براتون کشیده بودم اینا، این بود. خب هر سه تا اکسیژن میاد میبینه که هیچ کدوم از اکسیژن الکترون تک پیدا نمیکنن، در نتیجه پیوند یکگانه میدن. اینا رو برمیدارم. تازه من یادم رفت تو کروشه بذارم CLO یه بار منفی رو دیگه، این حواستون باشه دیگه بچه‌ها. میذارم داخل کروشه بار منفی. حالا برای اینکه هشتاییشم این الکترون‌ها رو هم باید بهش بدیم. حالا CLO4 یه بار منفی، آقا این همون CLO3 یه دونه یه اکسیژن بیشتره دیگه. تمام شد. CLO4 یه بار منفی. N3 یه بار منفی. اینم که بالا بهتون گفتم این همون N2 دیگه. N یه دونه نیتروژن بگیره میشه 16 دیگه. گروه 15 یکی بگیره میشه 16. N2 چجوری بود گفتم N میذاری وسط، اول نیتروژن میاد میبینی که سه تا تک داره، پیوند سگانه میده. بعد اون اکسیژن میاد میبینی که تگی وجود نداره، در نتیجه پیوند دو در واقع یکگانه میده. خب حالا من قرار ساختولیس N3 رو بکشم دیگه، پس این اکسیژن رو برمیدارم میذارم جاش نیتروژن، میذارم داخل کروشه یه بارم. تموم شد. خب بچه‌ها این از بخش عظیم رسم ساختولیس که در واقع تقریبا تمام اونچه بود که برای کنکور نظام جدید نیاز داریم. اما یه سری ساختولیس های خاص هستن، یه سری حالت های خاصی هستش که ما حتما حتما باید اونا رو بررسی بکنیم که اونو من توی ویدیوی بعدی براتون در واقع بررسیش میکنم. حتما حتما توضیحات در واقع دوره آلفا رو از اینجا بخونید بچه ها، حتما حتما توضیحات دوره آلفا رو بخونید تا پایان شهریور ما 20% تخفیف ثبت نام زود هنگام دارید. حتما حتما از این تخفیف استفاده بکنید، از تخفیف گروهی میتونید استفاده بکنید تا سقف 50% تخفیف بگیرید که فوق العاده است در واقع، میتونید با دوستاتون ثبت نام بکنید. و اینکه تطابق جزوات ما با کنکور 1400 هم میتونید از این کانالی که اینجا گذاشتیم ببینید، فوق العاده در واقع تطابق جزوات ما عالی بوده، چند تا سوال 100% داشتیم، عیناً سوال ما حتی بدون اینکه جواب آخر متفاوت باشه توی کنکور اومده. میتونید از این کانال کامل برید ببینید. در واقع این برای یک دوره دو ماهه، دوره تست نکته ما که یه دوره دو ماهه بوده است، ولی خب توی دوره آلفا ما 6 تا 7 ماه قراره که در واقع دوره داشته باشیم. برای دیدن نمونه تدریس‌های بیشتر بچه حالا علاوه بر این ویدیو کلی نمونه تدریس توی این کانال پایین براتون گذاشتیم، میتونید برید ببینید، حتما استفاده بکنید. حتی اگر دوره آلفا رو شرکت نمی‌کنید حتما حتما این نمونه تدریس‌ها رو ببینید، قطعاً دیدتون نسبت به حل سوالات شیمی تغییر خواهد کرد. و اینکه بازم تاکید میکنم شما باید یک مدرس رو با استفاده از نمونه تدریس هاش تشخیص بدید که براتون به درد بخور هست یا نه. شما باید با در واقع تدریس یک مدرس ارتباط برقرار کنید. مهم نیست که اون مدرس چقدر سطح علمی داره، چقدر نمیدونم دانش آموز کلاسشه، چقدر معروفه و خلاصه حالا هر بمونی اصلا تو قطعه کنکورش چقدره. اینم بگم که فکر نکنید حالا من مثلا از طرف خودم هم نمیگم، باید با نمونه تدریس یک استاد ارتباط برقرار کنید و بعد در کلاس شرکت کنید. به همین خاطر حتما حتما اول نمونه تدریس ها رو ببینید تا مطمئن بشید که در واقع ما قرار شیمی رو براتون بهتر کنیم. موفق باشید بچه ها، حتما ویدیو قسمت دوم رو ببینید. خدا نگهدار.